نگاهی داریم به آخرین خبرهای این ساعت. تلویزیون القد در گزارشی از گردهمایی جهانی ایران آزاد گفت امسال بیش از 1000 شخصیت سیاسی و پارلمانی و اعضای شوراهای شهرداری های جهان و با حضور ایرانیان مقیم 102 کشور جهان در 30,000 نقطه این گردهمایی برگزار شد. پیام این گردهمایی دو وجه دارد. اولین وجه آن، همان گونه که مدتی پیش خانم مریم رجوی گفت، محکوم کردن سرکوب و تروریسم علیه مردم ایران است. پیام دوم آن هم به جامعه جهانی است. اپوزیسیون ایران از جامعه جهانی می‌خواهد که با اقدامات قاطع سیاست‌های مداخله جویانه رژیم ایران در کشورهای دیگر را متوقف کند. بإشارة إيران الحرة لهذا التجمع العالمي هنا يقول المنظمون لهذه التظاهرة أنها تأتي أيضا عرفانا واشنگتن اگزامینر در گزارشی از گردهمایی جهانی ایران آزاد با اشاره به اینکه مخالفان ایرانی اجلاس جهانی را با فراخوان به تغییر رژیم برگزار کردند به سخنرانی خانم مریم رجوی اشاره کرد و نوشت خانم مریم رجوی گفت این گردهمایی صدای مقاومت 40 ساله مردم ایران علیه دیکتاتوری و فاشیسم دینی برای آزادی و دموکراسی است. صدای بزرگترین، طولانیترین، بغرنجترین و خطیرترین مقاومت سازمان یافته در تاریخ ایران است. اولین تعهد شورای ملی مقاومت سرنگونی رژیم کنونی ایران است. مریم رجوی در خلال سخنرانی خود در احترام به هزاران نفر از مردم ایران که به خاطر ویروس کرونا فوت کردند، خواستار 1 دقیقه سکوت شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواهان حسابرسی از عاملان قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 شد. مورگان اورتگاس گفت 19 ژوئیه 30 تیر سالگرد شروع به اصطلاح کمیسیون‌های مرگ در ایران است. این کمیسیون‌ها به دستور خمینی با اعمال زور باعث ناپدید شدن و اعدام غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی شدند. رئیس فعلی دادگستری رژیم ایران و وزیر دادگستری فعلی هر دو به عنوان اعضای سابق کمیسیون‌های مرگ شناخته شدند. به نظر می‌رسد که قضایای رژیم ایران فاقد استقلال و ضمانت‌های دادرسی عادلانه است. همه مقام‌های رژیم ایران که مرتکب نقض حقوق بشر یا توهین می‌شوند باید مورد حسابرسی قرار بگیرند. ارزش ریال به سقوط شتابان خود ادامه داد و روز شنبه قیمت هر دلار به 25300 تومان رسید. هر یورو نیز 28915 تومان به فروش رسید. روز شنبه هر سکه طلا 11,300,000 تومان خرید و فروش شد. آخوند روحانی در جلسه ستاد حکومتی مقابله با کرونا به ابعاد گسترده ابتلا به کرونا اعتراف کرد و اینطور گفت. من یک گزارشی از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت به دست من رسید. در این گزارش میگه که تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدن. و قریب حدود نزدیک 14,000 نفر هم جان عزیز خودشون رو در این مدت از دست دادن که حالا در این گزارش آمده که مجموعاً بیش از 200,000 نفر در بیمارستان‌ها بستری بودند و تو این گزارش آمده که ما باید این احتمال بدیم که 30 تا 35 میلیون نفر دیگر در معرض ابتلا خواهند بود. این بود در یک نگاه این ساعت. خدا نگهدار.